حضرت سعدی میگوید به توافی خانه رفتم به کعبه رحم ندادند که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درایم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی؟ چی خدمت در اسلام کردی که امروز توافی زیارت کعبه آمدی؟ هیچ سیقل نکو نتاند کرد. خدا رحمت کند سعدی را. هیچ سیقل نکو نتاند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشور چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده. خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده. زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر. تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر. تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیای انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنند. انسانی که از دنیا فقط برای همین طلا و تاراج دنیا گذشت، او ریشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیده که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروید، با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنین. این صحبت بهترین صحبت برای شماست. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا که حکمت چیز چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که و دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده ای من، ای دارنده ای من، ای ذات پاک. من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بست. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم درمانده یک امر دشوار. ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا، من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالائی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان نخواهد. پدر را یک شب او دید در خواب فرزندش، پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر حالت، بگفتش ای پدر چون است حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت. فرزند نگه در شب پدر شدید، که بی نهایت بین دوستهای خدا بود و گویا که چیزی را گم کرده باشد. پریشان بود. گفت پدر عزیز، تو زاهد هستی، تو شیخ هستی، تو مریدهای زیاد داری، تو خدمت زیاد در اسلام کردی، چرا چهره تو زرد است؟ چرا چهره تو مثل این دوستان خدا سرخ نیست؟ بگفتش صعب شد کار ای جگربند، بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. وقتی ای بند من، ای جگربند من، وقتی مرا در لحد گذاشتی، به نهایت کار من مشکل شد. پدر گفت چگونه مشکل شد؟ ندای شد چه آوردی به درگاه؟ وقتی شما مرا پسی سر کردین، مرا تنها که در اون خانه قبر گذاشتین، از جانب خدا ندای شد، ندای شد چه آوردی به درگاه؟ چی داری از عبادت توشه ای را؟ از من پرسان کردن، ای شیخ توشه تا پیشنهاد کن، عملها تا نزد ما اظهار کن، چی داری از توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. پروردگارا تو دانا هستی، من در عمر خودم 60 بار حج کردگی هستم. تمام شب با نماز بودم، روزها با روزه بودم، تقوا داشتم، حلال رفتار بودم، حلال گفتار بودم، تمام وظیفه های اسلامی من انجام دادم. جواب آمد. بین وقت شیخین پیشنهاد کرد، جواب از خدا چی آمد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. ای شیخ گفت این 60 حج تو، این مهنت و زحمتی تو در نزد خدا قبول نشدن. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول، لایق ترین شبیار، شایسته ترین شبیار، این 60 حج تو به درگاه من قبول نشده است. بلرزیدم به خود زان و هم چندان، به فرزندش حکایت دارد، بلرزیدم ز وهم با خود چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. چنان فرزندم، چنان یک هیبت، چنان یک دهشت مرا در داخل قبر فرا گرفت که این دندانهای شکسته پدرت از لرزه همون است. ندا آمد. بعد این چی ندا آمد؟ ندا آمد که روز یاد داری، ای شیخ یک روز را یاد داری. ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راهگذاره، گرفتی خارک از راهگذاره. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردم جای تو در قصر جنت. اگر یاد داشته باشی ای شیخ، یک روز تو از راه میگذشتی، یک خار را در راه دیدی و اون خار را برداشتی از زمین با امیدی چی؟ با امیدی که پای برادر مؤمن من خون آلود نشود، تا که برادر مؤمن من از این خار آزار نیابد. با این خاطر وقتی که تو این خار را برداشتی پذیرفته شدی زان نیک نیت، از این نیتی نیک تو در نزد ما پذیرفته شدی. بکردم جای تو در قصر جنت و جای تو را جنت گردانیدم. در اون را بینگریم و نیتی تو نمی بینیم به سوی صورتی تو. ما درون در کار داریم، خداوند میگوید ما نیتی تو در کار داریم، ما به وظیفه تو کار نداریم، ما به پول تو کار نداریم، ما با سر و منگل تو کار نداریم، ما با اعمال تو کار داریم. تو کی هستی؟ رسول اکرم میگوید لقد رأیت رجلا فی الجنه یتقلب فی الجنه. شب معراج یک مردی را دیدم که در جنت سیر میکرد. تمام باغهای جنت برای او کشاده بود. فی شجر قطعها عن ظهر طریق کانت تؤذی المسلمین. وقتی پرسان کردیم این مرد کی هست، از چه خاطر وی واردی جنت شد، صدا آمد که این در روز با یک راه میگذشت، یک نوده درخت کشال بود که مردم از او آزار میافت، همان نوده را شکست تا که آزاری برادر مسلمان نشود. این نیت اینه که این در نزد ما پسند آمد و این مرد را ما واردی جنت گردانیدیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خدای مهربان از کل آفتها، از کل بحتانها، از کل مریضیها خدایا در حفظ امانی خودت نگهشون داری. آمین و رب العالمین.